فاتح تقبله یکی از فرماندهان طالبان در پنجشیر کشته شد. ماموران امر بالمعروف طالبان مانع ازدواج زوجهای سنی و شیعه می شوند. به نام خداوند بخشاینده و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نماییم تا آخرین ویدیو با ما همراه بده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای خبری روزانه ما با خبر شوید. مشروع اخبار: ماموران امر بالمعروف طالبان مانع ازدواج زوجهای سنی و شیعه می شوند. حدود ساعت 22 جمعه 10 تیر 1401، ماموران اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به مراسم عقد یک زوج در ناحیه پنجم شهر مزار شریف هجوم بردند و سید رحمت الله داماد 28 ساله و دو عضو خانواده او همچنین برادر عروس را بازداشت کردند. آن شب در خانه عروس مراسم حنا بندان و عقد سید رحمت الله و دختری که چند ساله بود به هم علاقه داشتند در حال برگزاری بود که ماموران اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به مراسم ریختند و آن را به هم زدند، زیرا خبردار شدند که قرار است یک پسر شیعه با دختر حنفی مذهب ازدواج کند. یکی از دوستان سید رحمت الله که در مراسم حضور داشت جریان به هم خوردن مراسم عقد و بازداشت داماد و اعضای خانوادش را چنین شرح داد: قرار بود جمعه شب عقد برگزار شود. این مراسم در خانه و با دعوت از بستگان عروس و داماد برگزار شد و هتلی هم برای برگزاری مراسم عروسی در شب بعد تدارک دیده شده بود. اما در حین مراسم عقد، وقت ملای که قرار بود خطبه را بخواند متوجه شد که داماد شیعه است. با اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تماس گرفت و از خواندن خطبه خودداری کرد. این منبع تصریح کرد که لحظاتی از این تماس ماموران مسلح امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به مراسم هجوم آوردند و داماد و چند عضو خانواده او را با توهین و تحقیر بازداشت کردند. با گفته این منبع که شاهد به هم خوردن مراسم حنابندان و عقد این زوج بود، یکی از ماموران امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان که مسئولیت بازداشت داماد و اعضای خانواده‌اش را به عهده داشت، با شرکت کنندگان در مراسم گفت که شیعان بر اساس شریعت مرتدند و هیچ مرد شیعه حق ندارد با دختران و زنان حنفی مذهب ازدواج کند. این مامور طالبان هشدار داد که اگر چنین اتفاق بیفتد طالبان دخالت و آنان را مجازات میکنند. ماموران بالمعروف به هتل کفایت در شهر مزار شریف که قرار بود شب بعد میزبان مراسم عروسی زوج شیعه و سنی باشد هم دستور دادند که پول خانواده داماد را به آنان برگرداند و دیگر میزبانی مراسم مشابه را نپذیرد. سید رحمت الله و دو عضو دیگر خانواده او به همراه برادر عروس پس از 15 ساعت بازداشت بعد از ظهر شنبه و پس از اینکه تعهد دادن مراسم ازدواج را لغو میکنند آزاد شدند. ماموران امر بالمعروف و نهی از منکر با سید رحمت الله هشدار دادند که اگر خطبه عقد قبل از رسیدن آنان جاری میشد مجازات سنگینی در انتظار هر دو بود، اما چون ملا از خواندن خطبه امتناع کرد آنها هم از مجازات آنان خودداری میکنند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در بلخ از خانواده سید رحمت الله تعهد گرفت اگر پسرشان بار دیگر برای ازدواج با این دختر حنفی مذهب اقدام کند یا اگر این زوج تلاش کنند از افغانستان بگریزند همه آنان را مجازات خواهند کرد. بر اساس اطلاعات این منبع، اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در بلخ به تمام امام جماعت های مساجد هشدار داده است که از خواندن خطبه عقد زوج های شیعه و سنی خودداری کنند و اگر به چنین موارد برخوردند به آنان اطلاع دهند. طالبان اواسط خرداد نیز رجب ابراهیمی و گلندام را که 15 سال قبل با هم ازدواج کرده بودند در کابل بازداشت کردند. این زوج و کودکانشان هنوز در زندانند. رجب ابراهیمی از قوم هزاره و گلندام از قوم پشتون است. آنان که 4 فرزند دارند روز جمعه 13 خرداد در حالی که آماده می شدند به پاکستان فرار کنند در کابل بازداشت شدند. اعضای خانواده رجب ابراهیمی به هندپند فروسی گفتند که رجب در زندان طالبان در کابل به جرم ازدواج با زنی از قوم پشتون و حنفی مذهب به شدت شکنجه می شود و طالبان و برادران گلندام در تلاشند ازدواج او با رجب ابراهیمی را فسخ کنند و این زن را که مادر فرزندان رجب ابراهیمی است به عقد پسر عموی او در بیاورند.
بر اساس یک خبر دیگر، امید خلیلی در برگه رسمی فیسبوکش می نویسد. دیروز فاتح تقبله یکی از فرماندهان طالب با چندین تن افرادش در ولایت پنجشیر کشته شد. از همراهیتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله یار و مددگارتان. اوقات خوشی داشته باشد.